8 مارچ روز زنان آن چیزی که ما امروز به عنوان مسئله زنان میشناسیم و میفهمیمش این دستاوردیه که از دل رنسانس بیرون اومده از دل انقلاب صنعتی بیرون اومده این از جای به بعد حالا اینو من میگه از جای به بعد یاد مثلا اون نفر میفتیم برای ما بازم دوباره فاطمه زهرا رو مثال میزنیم میگه نمیدونم حضور زن زینت زن فلان زن مثلا مال دوره پیغمبر آقا بی خیال داداش بذار ما کارمون برسیم بحث بحث جدیدیه در یونان کلاسیک هم زن به معنای زن نه حقی داشته نه حضور عملی سیاسی اجتماعی میتونه داشته باشه میتونست که داشته باشه جاهای دیگه هم تقریبا به همین صورت بوده و قابل فهمم بوده مغز بشر بر اساس امکانات و شرایطش به اون نقطه نرسیده بود که اصلا از این بخش از جامعه انسانی بتونه استفاده بکنه و درکش بکنه زن برای زایدن بود و حالا تو یک دورای جدیدم هست یعنی صحبت مثلا 500 600 سال گذشته اروپا این یعنی زنانی با کپلهای بزرگ با سنهای بزرگی که نشانه مادرانگی و زایدن و بچه آوردن و فلان ایناست با اون تعریف شناخته میشه تو نمیتونی به انسان بپردازی بعد به زنان نپردازی به کودکان نپردازی هر چقدر که جلوتر اومدیم اون موقع تعاریف گسترده تر شد دستاورد بود برای بشر چرا؟ برای اینکه امکاناتش رو بیشتر بکنه از تمامی امکانات بشری استفاده بکنه برای پیشرفت حضور زنان هم به همین ترتیب بود زنان وارد عرصه کاری شدن ماشین آمد به معنی کارخانه ها را افتادن و حتی کودکان هم به کار گرفته شدن بعد دستاورده اینجور شد که کودکان رو گذاشتن کنار زنان حقوق خواستن این هشت مارسی که مارچ مارس هر کدوم به, به امروز به ما رسیده نتیجه همین دستاورد است صحبت چقدره صحبت صد خورده 200 ساله از دل جهان کارگری و از دل اتفاقا در اینجا جهان چپ یعنی سوسیالیست ها پرچم دار این قضیه بودن و پیشرو بودن در این قضیه اونها آمدن و اینو مدونش کردن یعنی در ادامه حقوق مردان بحث 8 ساعت کار و همه این داستان ها که ما سندیکا باید داشته باشیم و اینا زنان هم تشکل درست کردن سازمان درست کردن جنگیدن پا به پای مردان تا بتونن هویت انسانی خودشون رو اثبات بکنن در ایران که از اساس ما نه معنای شهروندی داشتیم که در این شهروند اصلا زن که اصلا دیگه حضور نداشته آرام آرام از مشروطه به این سو زن شکل پیدا میکنه معنای زن تثبیت میشه یک سری خواستها به وجود میاد مدارس شکل میگیره همینو رو در غرب هم داشتیم و یعنی زنان درس نمیتونستن به معنی بخونن و این همه از دل قرن 18 19 بیرون اومده در رابطه با ایران هم به همین صورت هست و در اواخر قرن 19 هم و آرام آرام با آغاز قرن 20 هم و به وجود اومدن یک نظم دولت ملتی که رضا شاه باشد بر اساس یا در ادامه مشروطیت زنان تونستن هویت به معنی پیدا بکنن حضور اجتماعی سیاسی پیدا بکنن. به واسطه نظم سیاسی محمد رزا شاه پهلوی دوم زنان حق رأی پیدا کردن تا انقلاب 57 که متاسفانه فاجعه 57 اتفاق افتاد و با تاسف زیاد باید بگم که همون جنبش چپی که در تاریخ غرب تلاش کرده بود برای زنان اینها به واسطه براندازی یک نظم سیاسی از حقوق خودشون گذشتن قرار بر این بود که حقوق زن فکر بشه مفهوم زن به یک مدارج و مراحل بهتر و جدیتری برسه که امروز خیلی عجیبه حالا برسیم به حال با همه تلاشی که جمهوری اسلامی کرد که زن رو به حد و حدود فاطمه زهرا خدیجه و زینب و اینها و کلسوم و اینها تقلیل بده زن ایرانی مثل والا شاعرانه باید بگیم ولی وار واقعا از یاد نبرید تو همین دهه هفتاد بی خودکشی کرده یک پزشک به خاطر حجاب اجباری خودکشی کرد اوایل انقلاب تو همون یک سال اول زنان ریختن تو خیابون اعتراض به حجاب اجباری و به این بند و بستایی که جمهوری اسلامی آغاز کرده بود اما صداها خفه شد از دل خود زنان کسانی بودن که آمدن گفتن مثل اون زن جلال آل احمد که اومد گفت الان که بحث حجاب نیست که خمینی اگه من سیغه هم بکنه ما میگیم آقا بله مرسی نظم امروز نظم اجتماعی امروز که بدون آموزش عمله جامعه امروز ما رو کی آموزش داده مگه ما نظم آموزشی جدی داریم همش دو سرش فاطمه زهرا و فلان کردن حجاب کردن ولی این مثل یک خخنوس از دل خاکستر خودش بیرون اومد حقوق خودش رو فریاد زد همه چه مرد چه زن دست به دست هم دادن جامعه آروم آروم فهمید جهان ایرانی آروم آروم داره اینو میفهمه و الان جنگ سر چیه جنگ سر حقوق اولیه یک جامعه فهمیده با تیزهوشی و هوشیاری از دل غرب و بازگشت مداوم به تاریخ سیاسی خودش نظم سیاسی بیشور کودنشون و ناتوان هست ناکارآمد هست نمیتونه بفهمه و میگه اه تو میخوای زن زندگی آزادی برهنگی زن زندگی آزادی فساد فحشا فر در نمیدون فاسد توی فحشای ذهنی توی که ما داریم میجنگیم زنان دارن میجنگن و مردان در کنارشون پا به پای هم دیگه الان چند روز پیشم که خب میدونید بحث مسمومیت حمله مداوم حکومت به دختران و زنان در هر صورت هر جریانی آسیب شناسی باید بشه و در رابطه با حقوق زنان هم بازم همینه من معتقد هستم بله زنان تا جایی که ممکنه باید تشکل داشته باشن سازماندهی بشن کار بکنن میتونه از امکاناتی که هست فاند فلان اینا استفاده بکنن اما اگر تبدیل به ابزار قدرت بشن یا تبدیل به جریانی بشن که اینها قراره که مثلا در مواجهه با حقوق مردان قرار بگیرن یا در مواجهه با حقوق انسان به معنی قرار بگیرن یا تبدیل به یک ذهن دگم بسته سفت و سخت بشه که همه رو بخواد بتارونه همه رو بخواد بزنه آقا مثل که معلم خطکش ورداره و هی همه رو بخواد به خط بکنه من با این چنین چیزی فاصله میگیرم اون چیزی که در راستای حقیقت اون چیزی که در راستای تجمیع آدم هاست اون چیزی که در راستای شعور اجتماعی سیاسی باشه من چنین چیزی رو میفهمم کما اینکه هنوز که هنوز ما مجبوریم وقتی که در جهان فکر, فکر حرف میزنیم به زنان اندیشمند و زنان سیاسی زنانی که برای جریانهای اجتماعی زحمت کشیدن و کار کردن و با فکر نه با داد و بیداد با فکر بدون فکر من به هیچ چیزی باور ندارم همه اینا رو که من گفتم میخوام به اون بحثم برگردم که این نگاه به تاریخ و این تلاش برای ساختن حال رو به آینده است. اگر رو به آینده به قضیه نگاه بکنیم دیگه اون موقع بحث زن زندگی آزادی در حد یک شعار نیست بحث بحث آینده است یعنی اگر این زن آزاد نشود و این آزادی درگیر با زندگی نباشه ای وجود نخواهد داشت و این آیند این عدم آینده نه برای مردان است و نه برای زنان